برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. تعدادی از جوانان وابسته به حسینی از زهرا سلام علیها در شهر نورنبرگ آلمان با سفر به عراق و شهر مقدس کربلا به زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام مشرف شدند. این جوانان همچنین از بخش‌های مختلف فرهنگی این دو حرم مطهر زیارت کردند. دولت محلی ایالت اوتارخان در کشور هند دستور تخریب خانه‌های مسلمانان در شهر هالدوانی را به بهانه پروژه توسعه خط ریل قطار صادر کرد. در همین راستا سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از این تصمیم اعلام کرد تخریب منازل این افراد موجب آواره شدن 4000 خانواده مسلمان از خانه و کاشانهشان خواهد شد. مسئولان حسینی هورا زینب سلام علیها در کشور کانادا از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزله از برگزاری جلسات هفتگی آموزش احکام و سیره اهل بیت علیهم السلام در این مرکز دینی خبر داد. گفته می شود این جلسات که بر اساس توصیه و رهنمودهای مرجعیت شیعه مبنی بر لزوم آموزش و ترویج احکام و آموزه های اهل بیت علیهم السلام صورت می گیرد از سال گذشته آغاز شده و روز به روز با افزایش تعداد افراد حاضر در آن بر رونق این جلسات علمی و دینی افزوده می شود. دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در ماه رجب به همت آستان مقدس حسینی در شهر مقدس کربلا برگزار می شود. در همین راستا شیخ حسن المنصوری مشاور امور قرآنی آستان حسینی در رأس هیئت قرآنی با رافع العامری مدیر مرکز ملی علوم قرآن وابسته به اداره اوقاف شیعیان عراق دیدار کرد و از این مرکز برای حضور در این نمایشگاه بین‌المللی دعوت کرد.